سلام، من امیر قبادم و شما 21مین برنامه باکس آفیس کلوز رو تماشا میکنید. اول جدیدترین رویدادهای سینمای جهان و تازه‌ترین تیزرهای فیلم‌ها و سریال‌های هالیوود رو می‌بینیم و بعد می‌ریم سراغ اخبار گیشه آمریکای شمالی در 40مین هفته سال 2022. نتفلیکس سقوط برای کریسمس رو در برنامه پخش خودش قرار داده. یک کمدی رمانتیک با بازی لینسی لوهان. او در نقش زن جوونی که در روزهای منتهی به کریسمس در حادثه حین اسکی دچار فراموشی میشه و زمانی به خودش میاد که تو خونه میزبان جنتلمن و دختر خردسالشه. سقوط برای کریسمس 10 نوامبر منتشر خواهد شد. زمان انتشار سومین فصل سریال هیز دارک متریال مشخص شد. این سریال فانتزی ماجراجویی که دو فصل اولش خیلی مورد تحسینم قرار گرفته، داستان دختر جوونی از دنیای موازی با ما، دنیایی که درون انسان‌ها ارواح حیوانی خودشون رو در کنارشون دارن. دخترک برای کشف رازی بزرگ مرزهای دنیاها رو پشت سر میگذاره. HBO Max 5 دسامبر رو به عنوان زمان پخش مینی سریال اعلام کرده. پارامون پلاس هم تیزری از نخستین فصل سریال دسته گرگ ها منتشر کرد. دو نوجوان توی آتش سوزی گرفتار میشن و پس از زخمی شدن توسط موجودی ماورایی متوجه میشن که گرگینه شدن. پخش سریال تینیجری 26 ژانویه سال آینده آغاز خواهد شد. 8 مارس سال آتی هم درام پسر اکران خواهد شد. فیلمی با بازی هیو جکمن و سر آنتونی هاپکینز. پیتر سرگرم زندگی جدیدی شده با زنی به نام بت و نوزادشون، اما پیدا شدن سر و کله همسر سابقش کیت با پسر نوجوانش این زندگی رو به آشفتگی میکشونه. تیزر جدیدی هم از مدرسه خیر و شر منتشر شده. فیلمی برای علاقمندان ژانر رئالیسم جادویی و فانتزی. مدرسه خیر و شر جایی برای آموزش دیدن قهرمان‌های هر دو سوی جریان نیکی و بدی تا تعادل رو برقرار کنه، اما حالا دشمنی مشترک به اتحاد خیر و شر نیاز داره. این فیلم 19 اکتبر از نتفلیکس پخش خواهد شد. داستان کریسمس چارلز دیکنز بار دیگه دستمایه ساخت فیلمی شده. I am your ghost of Christmas present, like a Christmas carol. نجیب کمدی موزیکالی با بازی رایان رینولز و ویل فرل. داستان معروف اسکروچ، مرد خسیس و خودخواه که در ماجراجویی جذاب خودش 3 مرحله زمانی رو پشت سر میذاره: گذشته، حال و آینده. What did they call him? It was Tiny Tim. No. Sweet kid, one crutch. نجیب 11 نوامبر منتشر خواهد شد. تیزری هم از فیلم پوکر فیس ببینیم، فیلمی با بازی و کارگردانی راسل کرو. جیک یه میلیاردر حوزه فناوریه و دوستان دوران کودکی خودش رو به ویلاش توی میامی آورده تا با هم یه پوکر با ریسک بالا بازی کنن. 5 میلیون آن دی تیبل. Who are these guys? پوکر فیس 16 نوامبر اکران خواهد شد. We got the guns. Nobody's home. درام دلهره آور روی خط هم 3 نوامبر منتشر میشه. Settle in, relax. Give me a call. فیلم با بازی مل گیبسون در نقشه موجی رادیویی که برنامه‌اش رو با گفتگوهای تلفنی مخاطبانش پیش میبره. اما فردی در یک تماس تلفنی تمام خانواده او رو تهدید به قتل میکنه تا جنگی برای بقا آغاز شه. Still end well. Wanted to end well.
بریم نیم نگاهی به باکس آفیس این هفته بندازیم که تازه واردهای ناامید کننده ای داشت. دومین قسمت از فیلم دلهور آور دهشتناک در اولین هفته اکران به خونه دهم باکس آفیس اومده. آرت دلغک توسط یه موجود شوم احیا شده و شب هالووین به شهر میاد و یه دختر نوجوان و برادرش رو هدف قرار میده. در هفته های منتهی به هالووین این فیلم ترسناک تونست اندکی بیش از 1,000,000 دلار فروش داشته باشه. تاپ گان ماوریک یه پله بالا اومد و با اندکی فروش بهتر در جایگاه نهم پرفروش های هفته ایستاد. پرفروش‌ترین فیلم سال با بازی تام کروز در 20th هفته اکران 1,193,000 دلار به درآمدش اضافه کرد تا مجموع فروشش به 715,000,000 دلار برسه. May very well mean the difference between life. So what's happening? Didn't you guys have an announcement? This is a little unexpected. برادران با افت فروش 55% به پله 8 اومده. دو مرد میخوان با هم وارد رابطه بشن و مشکلاتی درباره تعهد دارن. این فیلم یونیورسال پیکچرز در دومین هفته اکران 3,971,000 دلار درآمد داشت و مجموع فروشش به 10,000,000 دلار نزدیک شد. Now I have to go to a pride party and you're both too old to be in the pool. فیلم ترسناک بربر تونست خونه هفتم جدول رو برای خودش حفظ کنه. زن جوون خونه اجاره کرده اما در زمان مراجعه متوجه میشه مهری در اونجا مستقره و مدعی او هم ملک رو رزرو کرده بوده. اما مشکلات نیمه شب تازه شروع میشه، جایی که او باید پرده از رازی تاریک برداره. فروش 3.2 میلیون دلاری بربر در پنجمین هفته اکران مجموع درآمد فیلم رو به 37.5 میلیون دلار رسوند. بازنشر آواتار همچنان مورد توجه هوادارانش. نسخه بازسازی شده فیلم آواتار حالا 3 هفته است که اکران شده و اگرچه از صفحه‌های طولانی خبری نیست اما به هر حال با فروش 4 میلیون دلاری در جایگاه ششم جدول باکس آفیس قرار گرفته و تونسته تا حالا 24.7 میلیون دلار به درآمد این فیلم جیمز کامرون اضافه کنه. Food at home, a house clean. عزیزم نگران نباش، با کاهش 50% مخاطب سپله سقوط کرده. داستان آرمان شهری در دهه 50 رو خواهید دید که رازی مخوف پشت پرده زیبای کارت پستالی زندگی ساکنانشه. فیلمی با بازی فلورنس پیو که این روزها اخبار زیادی رو هم دربارش میشنویم. فروش 5.2 میلیون دلاری فیلم در سومین هفته اکران مجموع درآمدش رو به 40 میلیون دلار رسوند. They're really doing out there. What do you mean? An evil is coming. پادشاه زن هم یک پله پایین اومده. They will not stop until the whole of Africa is theirs. داستانی درباره پادشاهی داهومی، یکی از قدرتمندترین قبایل آفریقایی در قرن‌های 18 و 19 با حماسه زنانه در مقابل استعمارگران اروپایی. پادشاه زن 4th هفته اکران رو با فروش 7.2 میلیون دلاری به پایان رسوند تا مجموع درآمدش از 56 میلیون دلار عبور کنه. Carol, I don't know what you think you're doing. Excuse me. Hello. فیلم پرستاره و تازه اکران آمستردام در خونه سوم باکس آفیس نشست. You don't get here without things starting a long time ago. سه دوست که شاهد یک قتل هستن به ارتکاب این جنایت متهم میشن و ماجراشون طوری پیش میره که راز یکی از ظالمانه ترین توطئه‌های تاریخ آمریکا در دهه 1930 رو کشف میکنن. Wow. These are dangerous times.
You be careful. فروش 9 میلیون دلاری جدیدترین ساخته دیوید اوراسل در هفته اول تقریبا یک شکست تجاری بوده. Cuckoo's about to be trapped. Cuckoo. فروش کمدی موزیکال لای لای کروکودایل هم در هفته نخست چندان خیره کننده نبود. این لایو اکشن سونی پیکچرز که از یک کتاب مصور کودکان اقتباس شده در نخستین هفته اکران 15.5 میلیون دلار فروخت و نتونست در صدر جدول فروش قرار بگیره. فیلم ترسناک اسمایل به صدر نشینی خودش ادامه داد. دکتر روز کوتر بیمار عجیبی رو ملاقات میکنه و متوجه شیوع یک بیماری روانی مصری خطرناک و مرگاور میشه. اما برای مقابله با این بیماری شیطانی او باید با گذشته خودش هم در بیفته. اسمایل در دومین هفته اکران با فروش 26.5 میلیون دلاری مجموع فروش خودش رو به 59 میلیون دلار نزدیک کرد. هفته آینده هم اقبال با فیلم‌های ترسناک خواهد بود. به هر حال هفته‌های منتهی به هالووین همیشه برای این دسته از فیلم‌ها خوشیامون بوده. در هفته پیش رو فیلم هالووین به پایان میرسد اکران خواهد شد. آخرین قسمت از این سگانه ترسناک با قهرمان‌های قدیمیش مایکل مایرز و لوری استروید که قرار حماسه خودشون رو به اوج برسونن. امیدوارم تماشای این برنامه براتون مفید و لذت بخش بوده باشه و خوشحال میشم اگر با سابسکرایب، لایک و کامنت از این صفحه حمایت کنید.